صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح در محفل کشام روز یکشنبه به مناسبت 12 آگوست روز بین‌المللی جوانان نسوی شورای عالی صلح برگزار شده بود. با اشاره به جوان بودن نفوذ کشور گفت که طی 30 سال گذشته به خاطر تداوم جنگ و خشونت در کشور توجه چندانی برای پرورش استعدادهای جوانان صورت نگرفته است. وی با اشاره به حضور کاروان ورزشی کشور در بازی‌های المپیک متشکل از جوانان بودن افزود، طی 10 سال گذشته که یک امنیت نسبی در کشور حاکم بود، جوانان زیادی در سطح‌های مختلف از جمله در عرصه ورزش استعداد و توانایی خود را نشان دادند. و تأکید بر صلح در کشور نیز به خاطر همین موضوع است تا از نیروی خلاق جوانان در راستای توسعه کشور استفاده شود. افغانستان بیش از 3 دهه است که در وضعیت جنگ و تشنج به سر می‌برد. در این مدت برای پرورش درست و امروزین نسل جوان که سرمایه اصلی جامعه است توجه چندانی نشده است. یکی از دلایل تأکید ما بر صلح با پایان دادن به جنگ همین است که بتوانیم با تبدیل کردن نیروی جوان از یک سرمایه راکد و غیر قابل استفاده به یک نیروی فعال و کارآمد در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم. اگر ما امروز به امنیت و بازگرداندن صلح توجه نکنیم، فردا یک نسل محرومی بزرگ می شود که از دانش و مهارت زندگی در دنیای امروز برخوردار نخواهد بود. این نسل محروم هم بار دوش جامعه خواهد بود و هم می تواند عاملی برای تداوم خشونت در کشور باشد. رئیس شورای عالی صلح از جوانان خواست تا در روند صلح در کشور همکاری جدی کنند. وی افزود در صورت تداوم جنگ و خشونت این جوانان هستند که ما فرصت های پیشرفت و ترقی را از دست خواهند داد. انتظار من از شما این است که نه تنها از روند صلح حمایت کنید، بلکه با مشارکتان در این پروسه با آن قوت بیشتر بخشید. روند صلح در افغانستان به حمایت گسترده شما جوانان نیاز دارد و مشارکت و بسیج عمومی شما در این راستا راه رسیدن به صلح است که هم عادلانه باشد و هم فردای روشن این سرزمین را تضمین کند. سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان با اشاره به حوادث و خشونت‌ها در کشورهای مختلف جهان تأکید کرد که قربانیان اصلی این خشونت‌ها جوان‌ها اند. وی با اشاره ویژه به حوادث میانمار و خشونت‌ها علیه مسلمانان در این کشور از سازمان ملل خواست تا در این مورد توجه جدی کند. سومالیا، فلسطین، سوریه و هر جای دیگری که آتش جنگ شعله‌ور می‌شود، اولین قربانیان جوانانند. در اینجا قابل تذکر می‌دانم که از میانمار یاد کنم. در این شب و روز ماه مبارک رمضان، مسلمانان میانمار مورد ظلم و ستم دولت و گروه‌های افراطی قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه امروز روز جهانی جوانان است، به عنوان انسان‌هایی که تجربه‌های تلخی از جنگ و خشونت داریم و صلح نخستین و مهمترین هدف ماست، توقع داریم که سازمان ملل برای پایان دادن به این منازعات که قربانیان اصلیش جوانان اند توجه جدی کند. رئیس شورای عالی صلح کشور با اشاره به تعویق سفرش به پاکستان گفت که هرچند این موضوع برخی تحلیل‌های را در رسانه‌ها برانگیخته است، اما تنها به دلیل برخی هماهنگی‌هایی که باید صورت می‌گرفت این سفر برای یک فرصت دیگر به تأخیر افتاد. وی افزود که شورای عالی صلح می‌خواهد تا از زمینه‌های موجود در پاکستان برای صلح در کشور استفاده شود. واقعیت قضیه این است که به دلیل انجام بعضی امور که اینجا پیش آمد و بعضی هماهنگی‌هایی که باید صورت می‌گرفت، این سفر به تعویق افتاد. شما می دانید که شورای عالی صلح به اساس برنامه و آجندای روشن با طرفهای مختلف که در قضایای افغانستان تأثیر گذارند وارد گفتگو و مذاکره می شود. بحث ما در مورد کشور اسلامی پاکستان هم همین گونه است و ما تلاش می کنیم که از زمینه های موجود در پاکستان برای صلح در افغانستان استفاده شود و در این مورد ما حرف روشن برای مردم افغانستان داشته باشیم. گفتنی است مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی 12 آگوست را به عنوان روز بین‌المللی جوانان تصویب و پرداختن به موضوعات مرتبط به امور جوانان را یکی از اولویت‌های 15 گانه خود قرار داد.